این اینو دو تنظیم بتونی سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد هم سلام کاغذ رو خود گذاشت اینجا کنون کاغذ اینا رو ریگلاجه اینا 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 آره اونها گوشت داستان داشتم من با اینا یه با باشون برمیرم متوجه هم آره براتون بگم که امروز اپزوی دیویستو چندیم کارون؟ دیویستو هشت. هشت امروز اپیزود دیویستو هشته با دو تا موضوع برگشتیم مرسی از کسایی که روی پادکستی که با دوستان آجیل رفتیم کامنت دادن کلی خوششون اومده بوده و خیلی گفته بودن که اصلا بیاین اصلا دو تا پادکست رو بکنین یه دونه پادکست آره من اینم که اگر کسی که در میبینم من دم با این برمیرم اینا نوعه داریم باهاشون سعی میکنیم کنار بیم ببینیم, ببینیم که کار میکنه آره ما ستا آره. عوض کردیم یه ذره سختمونه رو, رو. کسایی که از یوتیوب میبینن اگر از یوتیوب نمیبینید برید ببینید سابسکرایب بکنید برید میبینید راجع به این چون ما تمام وسایل بهداشتی رو ها روزها 99 درصد داریم با این که میگن 99 درصد شما گفته بودید که بچا گفته بودن خوب نیست آره کرم داریم چون پوست دست ایمان کنم. تقریبا رفته یعنی ما رگش رو داریم میبینیم انقدر شست خودشو حالا بعد سفید شده بعد دوره سوات کنیم دیگه لوپاش انداخته بود خیلی الان دیگه داره جدی میشه کرونا در ونکوور رو کانادا و برای همین ما هم داریم کاری که از دستم برمیاد انجام میدیم پوست خودتو نبری فقط بگو ببینم این هفته میخوای از قوانین خونت بگی ما الان اومدیم میخوام تو ارزو خودم بگم باش تو آره تو نکن نه چقدر سخت علامه خب این هفته میخوام راجع به چی صحبت کنم میخوایم راجع به رشد نمایی صحبت کنیم اکسپوننشال growth رشد نمایی آره خب ولی اینو میخوایم به کرونا در واقع رفتش بدیم چجوری؟ اینجوری تو به هم میگی چه آره از پنجره ریاضیات میخوایم امروز آخ. به کرونا نگاه کنیم به اینکه آره ریاضی و فیزیک طراحی شدم بالاخره دنیای بیرون رو توضیح بدم برای ما امروز هم میخوایم از این طریق بهشون نگاه کنیم یه سری از ماها خب یه سری از شما که گوش میدید بالاخره ریاضی دوست روشن نمایی میدونید چیه و اصلا نیازی نیستش که ما اینجا بهش اشاره کنیم یه سری دیگه ممکن ممکنه ریاضی خیلی دوست نداشته باشید که از اپیزود امروز به بعد دوست خواهید داشت آه اصلا یه دیگه از امروز بابا دوست دارم همان دیگه همانان. آره دیگه زیبا میشه واسه کسایی که بیرون از ایران درس یاد گرفتن به یه نمای انگلیسی چی میشه گفتم دیگه گوش نمی کنی دارید بازی میکنی اکسپانشیال میکروفون رو گروث آره این جالبه یه سری شبیه سازی و یه سری با آمارایی که تا الان برای همین ویروس کرونا توی دنیا هست تعداد کسایی که آلوده شدن بهش تعداد کسایی که نرخ رشدش در واقع و این نرخ رشد تا کجا ادامه پیدا کرد این اعداد و ارقام وجود داره شبیه سازی انجام شده امروز میخوایم یه ذره راجع به اونا صحبت کنیم من یه لینکی دیدم یه در واقع ویدیویی توی یوتیوب دیدم که اینا رو داشت توضیح میداد لینکشو من به بچه ها میدم ایمان شیر کنه من در واقع دارم حرفای اون ویدیو رو اینجا بازگو میکنم درست. حس کردم که جالبه ما از این منظرم بهش نگاه کنیم بالاخره الان همه از نظرات مختلف دارم به ویروس نگاه میکنن و اینا یه مقدار بیشتر بشناسیم ببینیم چه جوری قراره رشد کنه و تهش قراره چی بشه به این سوال در واقع جواب میدیم که چطور ممکنه ما از یه عدد خیلی کوچیک شروع کنیم مثلا تعداد کسایی که سه ماه پیش به این ویروس مبتلا شده بودن اه. دو ماه پیش به این ویروس مبتلا شده بودن و برسیم به یه عدد خیلی بزرگتر چشم؟ از تو خنده خب بگو از از اون قسمت که راجع به فرهاد هم صحبت کردیم که میخواست در آینده میخواد در, در آینده پدر خوبی بشه گفتیم مثلا بچهش که به دنیا میاد انقدر پول سرمایه گذاری میکنه هر ماه هم انقدر بهش اضافه میکنه تهش چجوری های عدد بزرگی تولید میشه خودش بود ما گفتیم آره آره بود آره خب آره. خب. آره. این, ب... آره. این در واقع رشد نمایی همونه همون چیزیه که ما هماش... همون باهاش سر کار داشتیم ممکن خیلی همون ریاضی دوست نداشته باشیم این حرف رو که من میزنم خوشتون ولی بالاخره همه یه نه همه یه روابطی با پول دارن و این قضیه رشد نمایی و توی سود بانک و سود سهام و این داستان ها همیشه دیدن دست. سودیش آب. کجیست آره <تصفح> به زبون ساده رشد نمایی چیه؟ اینه که شما از امروز به فردا که برید یا از یه بازه زمانی به بازه زمانی بعدی طولش هر چقدر که میخواد باشه اگه اون عددی که شما دارید اندازه میگیرید زبدر یک فاکتور کانستنت یه عدد ثابتی شده باشه به اون رشد به اون تابه میگن رشد نمایی تابه نمایی یعنی مثلا تعداد کسایی که امروز مبتلا به ویروس در مقایسه با تعداد کسایی که فردا پس فردا روزهای بعد اگه هر روز تعداد این آدما ضرب در یه عدد مشخص بشه مثلا دو برابر بشه اگه هر چهار روز دو برابر بشه اگه هر بازه زمانی ان برابر x برابر شده باشه به این میگن این مفهوم رشد نمایی داره شکلش هم اینجوری حالا کسایی که میبینن اولش مثلا یه مقدار زیاد میشه بعد از یه جایی به بعد یه شیب خیلی تندی میگیره یه انحنای رو به بالایی داره و مثلا تعداد کسایی که مبتلا به این ویروس یه رشد یه زنگوله دیگه شما زنگوله که اون قسمت بزرگش پایینه رو در نظر بگیرید میره بالا حالا زنگولر بیشتر برای نمودار نرمال میگن با اون قاطی نکن یه کرو یه انحنای رو به بالایی داره که شیبش هم از یه جای بعد خیلی زیاد میشه خب آره این میشه تابع رشدی که نمایی باشه اینجوری از هر واحد زمانی به واحد زمانی بعدی که برید اگه توی عدد ثابت ضرب شده باشه این میشه رشد نمایی حالا این ویروسی که داشت نشون میداد ببخشید این ویدیویی که داشت این ویروس رو توضیح میداد میاد از چند منظر رو بررسی میکنه اینکه این, این ویروس چجوری از رشد نمایی استفاده میکنه برای اینکه گسترش پیدا کنه تو دنیا دلیل رشد نماییش چیه و کجا تموم میشه اه. این ویدیو روز 6 مارچ اومده بیرون و آمار ارقامی که من امروز میدم برای 6 مارچ ما هشت روز الان فاصله ما 14 مارچیم ولی این برای 6 مارچ ولی خب روند در واقع ثابته اون عدد ثابتی که من گفتم قرار توش توی تعداد کسایی که امروز مبتلا ان ضرب بشه به تعداد کسایی که فردا مبتلا خواهند شد برسیم اون عدد تا 6 مارس یه چیزی بین یک ممیز 15 صدم تا یک ممیز 25 صدمه اون روش نمایی که من گفتم اون فاکتور ثابتی که قرار تو هر بازه زمانی ضرب شه باید یه عدد بزرگتر از یک باشه دیگه امه. که رشد کنه کوچکتر از یک باشه خب کم میشه برای ویروس کرونا توی کسایی که بیرون از چین مبتلا شدن یه عددی بین یک ممیز 15 صدم تا یک ممیزه 25 صدم یعنی چی یعنی اگه امروز ما هزار نفر مبتلا داریم فردا این عدده مثلا میشه 1200 نفر پس فردا میشه 1440 نفر همینجوری بریم بالا بعد میگن که ویروس ها خیلی نمونه خوبی از رشد نمایی توی طبیعت هستن چرا؟ به خاطر اینکه تعداد کیس های مبتلا شده به ویروس صرفاً وابسته است به تعداد کیس های روز قبل خب یه ذره مم. فرمولوار اینو بگیم یعنی فرض کنیم اگه امروز این نفر به این ویروس مبتلا باشن و این این نفر به صورت متوسط با این نفر دیگه در ارتباط باشن در ارتباط باشن یعنی مثلا من مبتلا باشم من اصلا فرهاد و ایمان و فرزاد رو ببینم میشه سه نفر, نفر. اون یه میشه سه اوکی. یه هم داریم probability احتمال گسترش ویروس احتمال اینکه فرد ساله مثلا فرهاد و ایمان از من این ویروس رو بگیرن خب پس این سه تا متغیر رو من تعریف کردم تعدادی که افزایش پیدا میکنه از امروز به فردا از این فرمول پیروی میکنه ان ضرب در ای e ضرب در پی تعداد کسایی که کلا دارن ضرب در متوسط تعداد کسایی که آدمای بیمار باهاشون در ارتباطن ضرب در احتمال انتقال. انتبار. که این احتمال انتقال مثلا با شستن دست ممکنه کم بشه بله با رایت موارد بهداشتی که خب همه بیرون گفتن و دکترها بهش اشاره کردن اون پیه رو در واقع ما داریم کم میکنیم اگر که کسایی که خیلی حالا ویدیو ها رو نگاه میکنن تو یوتیوب که برید نگاه کنید می‌ونید که امروز بچه‌ها کفش نپوشیدن چون که دم در من دیگه مجبورشون کردم از این بهว่า کفشو رو در بیارن و پروسه عجیب آره خونه رو من استریل کردم الان اینجا می‌تونیم جراحی انجام بدیم اگر که نیاز میوزه وسایلش هم داریم استریله بگم مراسمی چیو دارین بله بگیم الکل 99 درصد داریم اینجا لغوش بگی که تبلیغ نشه آره و کرم دست <laughs>. به خاطر اینکه رفته آره حالا براتون توضیح میدیم چرا ولی خواستم در جریان باشید آره ابزود خودم آره گفتیم تعداد افزایش میشه تعداد کسایی که دارن ضرب در متوسط تعداد ام. کسایی ام. که اینا باشون با در ارتباطن ضرب در پی احتمال گسترش اگه شما تو محیطی باشی که ویروس باشه چقدر احتمالش هست شما بگیرید پس این میشه تعدادی که زیاد میشه پس تعداد کل فردا تعداد کل آدمای مبتلا و مریض توی فردا میشه تعداد امروز ام. به علاوه این ان ضرب در ای ضرب پی آها امروز اوکی که تعداد امروز ان فردا میشه ان میشه یعنی تعداد فردا میشه ان به علاوه ان ضرب در ای ضرب در بله خب بعد میان از این ان فاکتور میگیرن تعداد فردا میشه چی میشه ان ضرب به علاوه ای ضرب در پی ام. این همون کانستنتیه که من گفتم همون مقدار ثابتی که قرار هر روز ضرب بشه همون 1.15 15 این همون یک و شد 1 به علاوه یه چیزی دیگه یه ضرب در پی مثلا الان برای ویروس کرونا 15 صدم تا 25 صدمه یک کامنتی اومده بود نمیدونم تو کس باکس بود یا تو یوتیوب گفته بودن یه وایت بورد بذاریم آره الان آره یواش یواش تو خونه ایمان خونه ما رو بکنید گوشه تصویر بعد یه وقتایی واسه این که کلاسای کنکور <applause> این رشد نمایی و نشون بدن چون عدد خیلی زیاد رشد میکنه و شیب نمودار خیلی زیاد میشه خیلی خوشگل نیست نگاه کردن به این نمودارا میان اینا اسکیل میکنن میبرن توی واحد لگارید که حالا خیلی بهش نمیپردازیم ولی فرقی که میکنه اینه که توی محور ایگرگش به جان که تعداد رو نشون بده لگاریتم تعداد رو نشون میدیم هر یه واحد که ما میریم بالا مثلا اگه لگاریتم مبنای ده باشه ده برابر میشه حالا اونش خیلی مهم نیست برای این ویروس که این کارو نمودار نمایی هم که ببری توی واحد لگاریت دیگه نمایی دیده نمیشه خطی دیده میشه خب حالا اینا رو داشته باشید اینجوری نگاه نکنید هم این خطی دیده میشه حالا برای این ویروس اینا که بردن توی نمودار لگاریتمی خطی که شده دیدن که مثلا 20 روز طول کشی توی خارج اسشین. از چین از 100 نفر به 1000 نفر برسه تعداد کسایی که مبتلان 13 <applause> روز طول کشید از 1000 نفر به 10000 نفر برسه لگاریتم مبنای 10 پس هر یه, یه پلهش 10 واحد 10 برابر در برخه داره میشه از 100 به 1000 از 1000 به 10000 به صورت تقریبی به صورت متوسط هر 16 روزی بار داره 10 برابر میشه با نرخ رشدی که ما تا 8 تا شیشه شیشه مارچ داشتیم آره دیگه چهار حالا چیزی که من شنیده بودم دیروز من اینو شنیدم اپیزودش فکرم دوازده مارچ اومده بود بیرون میگفتن هر چهار روز دو برابر میشه کسایی که تقریبا با تو میخونه دیگه شاید الان سریع تر شده و... آره نه دیگه خیلی نمیخونه دیگه تو گفتی هر تو، تو... 16 روز ده برابر میشه دیگه آره این الان تو داری میگه هر چهار روز دو, دو برابر میشه بر. دو تاونه چهار این میشه 16 تو داریم. چیزی که داری میگه خیلی رشدش بیشتر از اینه که من دارم. این که من میگم بیرون از چینه تو احتمالاً کل کل دنیا رو من دارم آره این فقط برای بیرون از چینه چین احتمالا رشد از رو... تا به رشد دیگه ای پی پیروی خب پس ما در آوردیم هر 16 روز خارج از چین این داره ده برابر بر میشه بعد حالا من اگه بیام مثلا به شما بگم که یه کشوری مثلا امروز 6500 نفر مبتلا به این ویروس داره یک کشور دیگه مثلا 65 نفر مبتلا به این ویروس داره شما میگید خب کشور دومه 100 برابر بهتر از کشور اوله 65 6500 ولی با نرخ رشد که بهش نگاه میکنیم ممکنه بگیم که کشور دوم شاید سی روز عقبتر باشه دوشورم. توی چرخه این ویروس نکته اینه برای اینه که مثلا الان میگن این فراگیر شده تو کل دنیا یعنی حتی کشوری که الان تعداد کسایی که بهش مبتلا شدن خیلی کمه به دلیل اینکه خیلی راحت این ویروس ابتلا پیدا میکنه و از هوا هم منتقل میشه این رشد از یه در واقع از یه روندی پیروی میکنه که این روند رو بر اساس دادای کشور دیگه میشه در آورد اون کشوری که امروز 65 روزه بعد از 16 روز میشه 650 65 نفره بعد از 16 روز میشه 650 نفر 16 روز بعد این 16 روز یعنی بعد 32 روز میرسه به 6500 نفری که کشور اول بوده با این رشد نمایی برای, برای اینه که دیگه یعنی اینا به هم دیگه از آره. هم دیگه, چون برای دیگه برای اینه که یه فرمول دارن فالو میکنن تا وقتی که درمانش پیدا نشه و درست نتونن کنترل کنن اینا همینجور نمایی رشد میکنن تا یه حدی داره که میگن ولی برای اینه که میگن توی ایران ممکنه ما تا نیمه فروردین به نقطه اوج ابتلا به این ویروس برسیم یعنی الان ما هنوز اوجش نرسیم توی ایران آه. یه همچین شبیه سازی هایی میکنن اعداد ارقام رو میبینن میگن نقطه اوج مثلا اواسط فروردین خواهد بود احتمال از اونجا به بعد شاید یه مقدار نرخ رشد کمتر بشه حالا همین اعدادی که من گفتم اگه شبیه سازی کنیم ببینیم تو آینده چی میشه مثلا تا 5 اپریل یعنی 17 فروردین مثلا تو دنیا به جز چین به یک میلیون کیس میرسیم تا 22 اپریل یا 3 اردی بهش به 10 میلیون کیس میرسیم و تا 26 می که میشه 6 خورداد به 1 میلیارد نفر یعنی یعنی یک هفتم هم... جمعیت دنیا مثلا این رو میگه اگه ما همین روند قرار باشه رشد کنه ولی خبر خوب چیه خبر اینه که اه... نمیشه همینجوری شما بذارید یه مفهومی با رشد نمایی رشد کنه همیشه یه حدی داره تو طبیعت هیچ رشد نمایی وجود نداره همیشه یه حدی داره و مثلا تو بهترین حالت توی کیس کرونا حدش اینه که همه آدمای دنیا مبتلا شده باشن اون موقعی که مبتلا میشن دیگه اون پراببلیتی اینکه نفر جدید بگیره صفر میشه اه. چون همه همین الان دارن و هیچ اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته آره چون پراببلیتی هم تو کمتر و کمتر میشه دیگه آره اگه درست چیز کنن اگه مدیریت بشه اه. پس این رشد نمایی قرار نیست تا ادامه پیدا کنه بدترین حالت وقتی که همه آدمو گرفتن ولی یه جای این متوقف میشه حالا اومدن بررسی کردن دیدن چی دیدن که اینو توی حالا بیزنس بهش میگن که لاجستیک کرو حالا ایمان تانش توی حالا کامپیوتر یادگیری ماشین صداش میکنن سیگموید فانکشن چیه؟ اینه که یه تابعیه که اولش رشد نمایی ما داریم درسته این همین ویروسی که من توضیح دادم یه رشد وحشتناکی اینجوری شد با شیب کم شروع میشه شیب خیلی زیاد میشه اولش رشد نماییه ولی چون گفتیم تو طبیعت تا ابد هیچ چیزی رشد نمایی نمیتونه بکنه از یه جایی به بعد این رشد نمایی انحناش کم میشه انحناش برعکس میشه یعنی به جای که رو به بالا باشه شروع میکنه ثابت شدن و رو به پایین رفتن تا به صفر رسیدن یعنی دیگه رشد نمیکنه بهش میگن سیگمایل بخونه یه شکل اسی داره اینجوری اس رو در نظر بگیرید اولش اینجوری بعد میره بالا میره بالا بعد شروع میکنه شیب کم شدن تا به صفر برسه تا آره شیب دیگه صفر میشه یعنی دیگه با. تعداد کیس جدید ما نخواهیم داشت اون نقطه ای که اه... تابع نمایی شروع میکنه به اونوری شدن یعنی شیب مثبت شروع میکنه شیب منفی شدن و تو فارسی ما بهش میگفتیم نقطه عطف شما که اینجا در خونی بهش میگن چی اینفلکشن پوینت ام. ما بهش میگیم نقطه عطف ما همیشه گفتیم نقطه ای که مشتق دوم علامتش عوض میشه ام. اینجا تو معلمان گفتم پوینت حالا شیب رو بخوایم در بیاریم حالا توی این مورد ویروس اینجوریه که تعداد کسای جدیدی که امروز گرفتن تقسیم برای تعداد کسای جدیدی که دیروز گرفته بودن این دو تا رو به هم تقسیم میکنن درست خب توی توابع نمایی این عدد مچه رو میخندید یه عدد فرهاد یه زد به پام آب بزن برای شما میخوایی صحبت بکنیم آها سخت دیگه هم. حالا توی حالا من تو ابزار خودم میگم این چیزی که کارون داره میگه برای کانودام تقریبا صدق میکنه میکنه دو هفته پیش که ما اینجا نشسته بودیم 20 نفر تو کانادا گرفته بودن امروز که ما داریم اینو ضبط میکنیم 176 نفرن آره دیگه توی تقریبا 16 روز مثلا این قرار 10 برابر بشه منم اینجوریه دیگه دیگه برات آره حالا میان ش... واسه اینکه شیبشو به دست بیارن تعداد کسی جدیدی که امروز گرفتن تقسیم تعداد کسی جدیدی دی که دیروز گرفته بودن میکنن این عدد بزرگتر از یک باشه یعنی بدبخت داریم میشیم که الان اینجوریه گفتم یک و پونزده یک و بیست بیس این عدد به یک که داره نزدیک میشه ما داریم به نقطه عطف که گفتم میرسیم به یک که برسه میشه نقطه عطف اگه تعداد کسایی که جدیدی که فردا میگیرن از امروز کمتر باشه این عدد کوچیک تر از یکه این همون جایی که من گفتم شیب شروع میکنه برعکس شدن نقطه از قوس نمودار رو به پایین شروع میکنه به شدن به سمت پایین شروع میکنه قوس پیدا کردن و این هی کم میشه شیب کم میشه کم میشه تا به صفر میرسه یعنی تعداد کسایی که فردا میگیرن تقسیم بر تعداد کسایی که امروز گرفتن میشه صفر آه. اونجا نقطه خوشبختی ما اونجا نقطه یه که میگن انگلیسی کانتین شده ویروس یا محافظت شده دیگه به آدمای جدید سرعت, سرعت پیدا نکرده یه نکته دیگه هم که داره توی این شبیه سازی اینه که وقتی که این عدد یک بشه به چه معنیه؟ به این معنیه که تا الان هر چقدر زمان طول کشید که ما به اینجا برسیم احتمالا همینقدر زمان باقی مونده تا رشد صفر بشه آه. پس یعنی به اون روز فروردین که برسیم اون روز فروردین تازه اوجش از اونجا به بعد احتمالا مثلا شروع میکنه به کم شدن ولی از اول تا آره تا نیمه فروردین هر چقدر بوده از اونجا به بعد احتمالا ما به جایی خواهیم رسید که این صاف شده, صاف شده. سه ماه دوره طول میکن. برای همینی که چین و کره جنوبی خیلی خوشحال شدن که دارن میگن تعداد کسایی که هر روز دارن میگن از روز قبل کمتره این نشون میده که اینا افتادن اونوره این نمودار لاجستیک کرو یا سیگموید فانکشن که امای نجات میگفت افتادن چیه؟ امای نجات داریم سختی رو رد میکنیم میگفتیم یک خیلی شبیه هم سر شدی یک سر شدی <applause> آره حالا اینجا به من یه چیزی که بگم این میکروفون من میز اگه نندازی آره الکلی بشه طول میکشه دیگه تا بهش عادت کنی یا این یعنی ببینیم این نرخ رشده در عمل چه کارهای وحشتناکی میتونه با ما بکنه توی یه قضیه سرمایه‌گذاری اینا میتونه کارهای خیلی خوبی بکنه اینجا نرخ رشد بالا میتونه کارهای وحشتناکی بکنه بکنی میزنه الان که ما داریم صحبت میکنیم مثلا اگه تعداد کسایی که توی ایران دارن ده هزار نفر باشه همین عدد تو همین حدود هست دیگه آماری که دارن میگن حالا... هزار خورده نه د... آره حالا چیزی که مثلا رسمی میگن ما فرض کنیم ده هزار نفره درسته هفتاد روز دیگه میشه آخر اردی بشت تقریبا ما اگه بیایم فرض کنیم نرخ روشون عدد یک و گفتم پونزه بیس بیس ما فرض کنیم یک و سیزده هه. یعنی تعداد کسایی که فردا دارن اه... تعداد کسایی که امروز دارن از قبل بکنیم میشه تعداد کسایی که فردا دارن درست. با. با این نرخ رشد یک و سیزده توی هفتاد روز ده هزار نفری که امروز دارن آخر میشه میشه 52 میلیون نفر جمعیت ما تو ایران 80 میلیون نفره خب اگه این نرخ رشد زیادی ها اگه با این ولی نرخ قرار باشه رشد کنه تو ایران میشه 52 میلیون نفر یعنی هر کسی که ما میشناسیم و نمیشناسیم گرفته البته خب نرخ آخر اردبشت. اردبشت. چرا میگی زیادیه تو میگی بین 1 و 15 تا 1 و 25 تو 1 عدد 13 آره یعنی میگی واسه ایران ممکنه شرایط عوض بشه دیگه من دارم میگم ولی میخوام بگم که این قضیه جدیه برای چی میگن جدیه این با مریضی های دیگه فرق داره مثلا فرقش با ویروس ایبولا اینه که ایبولا از طریق هوا منتقل نمیشد کسی که مریض میشد انقدر حالش بد میشد که درجا میافتاد اصلا نمیتونست به بقیه انتقال بده ولی این ویروس بعد اینه که منتقل میشه خیلی راحت اصلا تو ممکنه نفهمی نه توی بدنت تا تو 24 روز ممکنه توی بدنت باشه و هیچ نشونه بیرونی نداشته باشی پس ما اگه با همین نرخ رشد مثلا پیش بریم از اگه امروز ده هزار نفر باشه تا آخر اردیبهشت ما به عدد 52 میلیون نفر میتونیم برسیم توی ایران حالا بیایم این نرخ رشد رو بکنیم 5 صدم یعنی فردا نسبت به امروز بشه 1 و 500 صدم به جای 1 و 13 امه. چقدر میشه این تعداد از 52 میلیون به چند میرسیم 30 میلیون آفرین به 300 هزار نفر یه صفر دقیق بود چند تا صفر دو تا صفر توی تقسیم یه صفر جا دقیقا یعنی دقیقاً 300 ببین چقدر این نمایی این هنرش اینه اینه که یک و اگه برسه به یک ما از 52 میلیون میرسیم به سی هزار نفر خب از کرده راحت اینو تنظیمش کن هر آخه نیه میشه از اون کاری که من دوست دارم از این ور بیاد اپیزود بعد کل <تصال> اینا رو من گفتم که به این نتیجه برسم این یک و سیزده یک و 500 و اینا چی هن؟ اینا اون ایه زب در پی که من اولش گفتم ای چیه تعداد آدمایی که ما هر روز باهاشون در ارتباطی <تصال> <تصال> اینجا <تصال> <ایرفت شو> اینجا <تصال> با. اینجاش مهمه ای چیه ای تعداد کسانیه که آدم مریض در ارتباط باهاش به صورت متوسط پی چیه پی احتمال اینکه فرد سالم از فرد مریض این ویروس رو بگیره بگیر. ما کاری که میتونیم بکنیم تا زمانی که درمان این ویروس پیدا شده پیدا نشده اینه که ای زبدر پی رو کم کنیم ای که میگن چیه شما تو باید تو خونه بمونی اون کسی که این مشکل رو داره تو خونه بمونه کسی که سالمه تو خونه بمونه که در مجاورت آدمای مریض قرار نگیره ما ای رو کم کردیم فرق یک و و یک و پنج و یادمون بیاد پنج دو میلیون نفر به سیصد هزار نفر پیرم کم کنیم پیرو چجوری کم میکنیم همین کاری که ایمان میکنه دستمون رو مرتب بشوریم از این الکل بخریم نمیدونم خونه رو تایی تمیز کنیم براتون میگم کامل براتون میگم کل کاری که الان از دست ما برمیاد کم کردن ای زب داره پیه نه اینکه بترسیم نه اینکه وحشت ورمون داره میتونیم نگران باشیم نگران بودن خیلی خوبه تا زمانی که ما نگرانیم و میدونیم بقیه نگران هستن این اتفاق خوبیه ما باید خوشحال باشیم ایمان مثلا داره پوست دستش از میبره چون میدونیم حداقل این آدم دیگه گسترش نمیده به اینجا پینه بسته بعدا <تصفح> به دوروی نصابه شو میده یه اونجوری میشه دیبوزو. ولی ولی اگه این وسط باشیم بریم شمال باشیم بریم شیراز نمیدونم بریم کجا این ما باعث میشیم که گسترش پیدا کنه ما داریم ای رو میبریم بالا یه <تصفح> بابایی گفته بود شیر <تصفح> خیلی ایشو اصایی بودن گفته بودن نه یاد شیراز آم همه چه تحتیله تا اونجاش که میشه رو بگو همه ادارات همه چه تحتیله خواهی شیراز چی کار بکنی بگو دیگه تو که داری میگی بگو بقیش یه سری فوشو اینا هم میده زیاد فوش نمیده فقط اشاره مستقیم به یه جایی میکنه میگه برن اونجا بای خدایا خب این همید. کسایی که کرونا داشتن احتمالا من شدن اپیزود خودکشی میکنن این همه ای او پی و اینا رو گفت نه و همه اینا رو گفتن ها... اصلا تا اینجا شو اگرم حال نکردی دوست نداشتی دنبال کنی نکنی ما ایست. فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که ای زب در پی رو کم چمپنز. کنیم با تعداد آدمای کمتری شرط کنیم در اطرافمون باشن و خود ما واسه اینکه اون پی رو کم کنیم دستمون زیاد بشوری بهداشت رو رعایت کنیم همین. حالا من این سوال بپرسم بفرم. این که میگن که یه سری استوری توی ونکور چرخید دوستای ما گذاشتن که حالا مثلا چم ایتالیا کاملا شات داون شده نمیدونم مدارس توی آمریکا مثلا تعطیل فلان و اینا تو کانادا میگن دستتون رو بشورید و ان نمیگیرید خب این حالا بستن مدرسه ها مخصوصا الان یه چیزی که همه گیر دادن که خود چرا مدرسه ها رو نیبندید <متحد> یه استادی ران کرده بودن توی چیز توی آمریکا حالا من دسترسی به چیز ایران نداریم به اطلاعاتی در مورد ایران وجود نداره ولی خب حالا چیزی که هست برای آمریکا رو میگم که میگفتن 34 درصد کسایی که دکترن یا پرستارن توی بیمارستان ها بچه دارن خب و, و اگر که حالا مدارس تعطیل بشه یکی از اینا باید بمونه خونه و درصد کسایی که میتونن توی بیمارستان از این آدم ها جلو گیری بکن در از بد شدن حال آدم و از بین رفتن این آدم ها بکنن کم میشه آره درصدشون کم میشه و حالا چیزی که هست در مورد بچه ها الان به نجه رسیدن که خیلی کمتر این رو میتونن در واقع توی بدن بچه ها واگیریش خیلی کمتره ولی خب حالا که ما میگیم خونه بمونن میدونیم چیزی که داریم میگیم شاید برای بعضی ها واقعا شدنی نباشه چون که خب طرف باید بره کار کنه پول در بیاره و خیلی چیزهای دیگه ولی خب اون رایت کردن بهداشته به مراتب میتونه کمک بکنه تر بشه ببین حالا اون که بعد مدارس و اینا تحتیل دلیل منطقی داره خب ولی این که راهکار مناسبی نیست به خاطر اینکه میگه حالا یکی از اعضای خانواده باید بمونه خونه اونم بحث جداست یعنی اینکه مدارس تعطیل بشه دانشگاه تعطیل بشه یه بخشی از راه حل یه بخشی از سولوشن روز آره. راه حل و سولوشن کافی نیست نکته خوبی هم گفتی یکی باید بره سر کار پول در بیاره یه سری آدم ها اصلا روی مزد روزانه زندگی میکنن صرفا نمیتونی بیای بگی دیگه سر کار نرید و این اتفاق همه جای دنیا هم میفته تو ایران میفته تو آمریکا داره میفته تو کانادا داره میفته همین تو ایران استاپ و تپسی و اینا از اینجا مثلا اوبر هست درآمد کسی که مثلا اینجوری جا کار میکنه به مراتب کم شده بخاطر اینکه کسی دیگه بیرون نمیره به اون شدت و اینا دیگه مشکلاتیه که از سطح بالا باید مدیریت مره. بشه در سطح مردم ما گفتم فقط اون یه ضربدر پی رو باید کم کنی توی سطح بالا قطعا باید یه سری فاند یه سری تمهیدات مالی بیاندیشن که حمایت بشه از <تص> اصلا ببین وقتی این میگه بغض گردش نمیتونه که حمایت بشه از کسایی که به هر دلیل درآمدشون کم شده دیگه چی دیگه حالا در پی حرف کارون بگو بگو الان خب خبر اومده که همسر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا کرونا گرفته و خب تحت درمان و اینا خودش هم ورک فرام هوم میکنه یعنی از خونه کارشو داره انجام میده و کشور رو میداره کشور میداره <applause> می بعد یه یه استیتمنت خیلی کوتاهی توی فیسبوک زده بود یه بیانیه داده بود که ما میدونیم که چقدر سخته میدونیم که شاید به جایی برسیم که نیاز باشه که قرنطینه بشه افراد سر کار نرن و اینا و در این حال هم میدونیم که شما اجاره خونه دارین پول آب برق باید بدین فلان در این حال هم خب حالا بازار بورس و کلا اقتصاد جهانی هم به هم ریخته و گفته بود که در کار... حال همینی که هست نه بعد جالبش این بود که کارو میگفت باید مثلا از بالا این دستورا بیاد و باید فکراش بشه و تمهیداتش اندیشیده بشه میگفتش که کانادا کشوریه که ما داریم کار میکنیم ما در مثلا سخت داریم تلاش میکنیم و اینا که همه ای افراد اگه همچین اتفاق افتاد بتونن با خیال راحت توی قرنطینه بمونن نگران درآمدشون نباشن و یک حالا ای, آی توی کانادا ایمپلویمنت اینشورنس گفته بود که یک ایمپلویمنت اینشورنس یا بیمه بیمه بیکاری بی کار یا بیمه, 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 بیمه کار مخصوص واسه این داستان قرار معرفی بکنن که خیلی سریعتر به افراد رسیدگی بشه و خیلی افراد مثلا بتونن سر ماه پول مثلا بیکاری رو بگیرن و زندگی معمولیشون رو تهیه بکنن حالا بی... حالا این جزء جالب هفته هم میشه اینو بعدا میگه گفتی دیگه من نه بگم جالب بگو خیلی خیلی هم وقت نداریم جالب من چیز با این شروع کنیم که یه اشاره به آقای بیل گیتس داشته باشیم که امروز نام خبرش خوندید یا نه دیروز, دیروز مثل اینکه حالا دیروز <applause> به ساعت کامل دیگه ایشون از مایکروسافت اومدن بیرون ایشون سال 2000 دیگه 2000 به این وقت دیگه سی او مایکروسافت نیستن از سال 2008 هم شغل فول تایمشون توی مایکروسافت رو گذاشتن کنار که چی بشن که به اون انجمن اسمش رو اگه ببینم بیل اند ملیندا گیتس فاندیشن که یه انجمن بشر است بیدن. حالا به جاهای مختلف اینا فاند میدن که کیفیت زندگی برای بشر رو بالا ببرن حالا این فاند میتونه پزشکی باشه شرایط زندگی توی آفریقا باشه یا هر چیز دیگه امروز اعلام حالا دیروز اعلام شد که دیگه از هیئت مدیره ام بورد دیکتورم کامل دیگه اومدن بیرون که فقط به این بپردازن چرا اینو گفتم به خاطر این هتاکش رو سال 2015 شاید یه سری از ماها دیده باشیم اون زمان که ایبولا حالا سال 2014 اینا فکر کنم خیلی چیز شده بود معروف شده بود در 14 و... داره. توی آفریقا داشت حالا قربانی میگرفت ایشون سال 2015 یه تتاکی داشتن کوتاه هم هست اگه سرچ کنید میتونید برید ببینید که راجب این صحبت میکنن که ما همون جوری که تمام کشورهای دنیا آماده جنگ نظامیان یعنی یه سری سرباز دارن که دارن کار میکنن یه سری سرباز بکاپ دیگه هم دارن که اگه اتفاقی افتاد وارد عمل بشن میگفتش که ما برای گسترش یه همچین مدل ویروس هایی هم باید کاملا آماده باشیم که اصلا نیستیم <متصفح> <متصفح> که اصلا نیستیم میگفتش که حالا ایبولا برای این خیلی به جهان گسترش پیدا نکرد به خاطر اینکه از هوا منتقل نمیشد کسی هم که میگرفت خونه نشی میشد زمینگیر میشد اصلا به بقیه منتقلش نمیداد اونجا دقیقا مثال میزنه میگه آینده میشه جنگ فلو همین مدل ویروسایی که آر ای بیستن و حالا اصلا موجود زنده هم نیستن ولی میتونن از آدم به آدم منتقل بشن اصلا عکس فرودگاه رو هم اونجا گذاشت گفت فرض کنید مثلا یه فلوی باشه که تو هوا منتقل بشه آدم ها هم زمینگیر نشده باشن این خیلی راحت به کل دنیا انتقال پیدا میکنه یه شبیه سازی هم ران کرده این عکسش رو دوباره اونجا نشون میده که اگه ویروس فلو فرضی باشه سال 2015 این حرف 5 سال پیشه ام. چی میشه که به سرعت به کل جهان انتقال پیدا کرد و یه عدد خیلی از میلیون خیلی فکر کنم بیشتر بود 540 میلیون من یه استدی جای دیگه دیده بودم فکر کنم هو ران کرده بود 540 آره این چند میلیارد بود اگه اشتباه نکنم حالا عددش خیلی مهم نیست که ران کرد خیلی راحت بالاخره گسترش پیدا کرد ما برای این میگم ویلیس به اینکه این, این آدم چقدر خوش فکره بعد اینکه به اون موفقیت عجیب غریب رسید بعد اینکه الان نفر دوم حالا توی فوربز و مدت ها هم نفر اول بوده الان داره چه کارهایی انجام میده و پنج سال پیش هشدار داد چیزی رو که شاید اون موقع خیلی بهش ما فکر نمی کردیم اه. و چیزی که داریم میبینیم اینه که دولت ها هم آمادگی مقابله با همچین ویروسی رو نداشتن چرا که سرمایه جای دیگه ای داره سرمایه گذاری میشه برای رشد ساک مارکت برای رشد نظامی برای نمیدونم گسترش سلاح هسته در صورتی که داشت میگفت جنگ آینده جنگ موشک و بمب و این داستانه جنگ میکروب میکشوب. جنگ ویروسه حالا چیزی که هست توی این بیماری اول توی چین هم در واقع رشد کرد در واقع به وجود اومد حالا مشکلش اینه که تمام سوپلایی که داره انجام میشه تمام اون پروداکت ها کاله هایی که دارن تولید میشن اکثرشون دارن توی چین تولید میشن و اگه چین در واقع درش بسته بشه و دیگه نتونه چیزی تولید بکنه خیلی از محصولات هم دیگه به آدم ها نمیرسه مثلا یه زی مثل اون کیسه های خون هست که توش خون رو مثلا میتونن تزریق بکنن و اینا فقط توی کشور مثل اینکه تولید میشه آره توی چین نیست الان اسم کشورش یادم رفته توی کشور تولید میشه و اگه مثلا به اونجا برسه و آدم ها دیگه نتونن برن سر کار دیگه کیسه هایی برای مثلا خون وجود نداره آره. و دیگه آدم ها نمیتونن کار بکنن حالا دولت ها باید فکری همچین جایی هم بکنن که اگر که اتفاقی بیفته و یه کشوری کلا بسته بشه اون مایحتاجی که از اون کشور میگیرن دیگه آه. نمیتونن طبعاتش چیه خواهد آره. بریم بریم خیر خب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته آره پشتتو <تص> تمام <applause> فضای مجازی سو خودکسته توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام توی یوتیوب هم میتونید تصویری خودکست رو تماشا بکنید و سابسکرایب کنید ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ